سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. اردوی بارسا در آستانه دیدار این تیم در مقابل مایورکا دچار بحران عجیب شده است. فدریکو کیزا ستاره ایتالیایی یوونتوس از بازی کردن در کنار کریستیانو رونالدو خاطرات خوبی دارد. ناگلزمن تاکتیک هجومی را در دستور کار خود قرار داده و از همین رو سرعت نقش مهمی در اجرای روش او دارد که ما را بران داشت تا نگاهی بیندازیم به مهره های سرعتی بایر مونیخ و اینکه کدام بازیکن سرعت بیشتر دارد. ستاره بایر مونیخ درباره دلیل خود برای نرفتن به رقابت های سری آ سخن گفت. نتایج بارسا از زمان جدای رونالد کومان و حضور جاوی روی نیمکت این تیم بهتر شده و حالا آنها تنها 2 امتیاز با منطقه کسب سهمیه لیگ قهرمانان فاصله دارند. بعد از تعطیلی 1 هفته‌ای اردوی بارسا به علت شروع سال جدید بازیکنان تیم یکی یکی راهی باشگاه شده و خود را برای دیدار هفته بعد مقابل مایورکا آماده میکنند. اما تعدد بازیکنان غایب برای این مسابقه تبدیل به مشکل اصلی سرمربی جوان بارسا شده است. جاوی در آستانه سفر به پالما حداقل قادر به استفاده از 10 بازیکن خود در بازی برابر مایورکا نخواهد بود. آنسو فاتی، پدری، ممفیس دیپای، مارتین برایتوید و سرجی روبرتو همگی مصدوم بودند و نمیتوانند بارسا را در این بازی همراهی کنند. البته 3 نفر این لیست در آستانه بهبود از آسیب دیدگی قرار داشته و به زودی قادر به حضور در ترکیب بلوگرانا خواهند بود. همچنین سرخو بوسکیتس و گاوی دو هاوک بارسا نیز محروم بوده و در لیست این تیم برای تقابل با مایورکا قرار نمیگیرد. اما بدترین خبر برای جاوی اطلاع بازیکنان بارسا به بیماری کرونا بوده است. شرایط در رختکن بارسا اصلا مساعد نیست و هر روز تعداد مبتلایان این تیم به بیماری کرونا بیشتر می شود. ابتدا این کلمنت لنگلی مدافع فرانسوی بارسا بود که کرونا گرفت و در ادامه نام دانیال ویس، بالده و یوردی آلبا نیز به این لیست اضافه شد. اما امروز باشگاه بارسا اعلام کرد که تست 3 بازیکن دیگر این تیم به نام های عثمان دمبله، گاوی و سامی لومتیدی مثبت شده و آنها نیز به کرونا مبتلا شدند. باشگاه بارسا در بیانیه خود ضمن اعلام این خبر مدعی شد این بازیکنان در سلامت کامل به سر برده و در حال حاضر در خانه خود در شرایط قرنطینه قرار دارند. بعد این ترتیب بارسلونا در آستانه دیدار هفته بعد خود در لالیگا با بحران بزرگ مواجه شده و شرایط جاوی برای چینش ترکیب ابتدایی خود در این دیدار بسیار دشوار خواهد بود. بارسلونا برای افزایش شانس های کسب سهمیه لیگ قهرمانان برای فصل بعد نیاز مبرم به 3 امتیاز دیدار مقابل مایورکا دارد و این تعداد غایب کار جاوی را برای رسیدن به این هدف دشوار می سازد. خوان لاپورتا مدیر بارسا وعده داده بود که همه چیز را برای جاوی فراهم کند و با وعده اش هم عمل کرد. بارسا خرید فران توریس را به صورت رسمی اعلام کرد. جاوی به دنبال خرید یک بازیکن گلزن بود و به خواسته اش رسید. بازیکن سابق منچستر سیتی در روز سه‌شنبه برای 5.5 سال با بارسا قرارداد بست و بعد این ترتیب تا سال 2027 در نیمکم حضور خواهد داشت. رقم فسخ قرارداد فران توریس 1 میلیارد یورو است و مراسم معرفش دوشنبه در مراسم پیش از تمرین با حضور هواداران برگزار می‌شود. بارسا برای خرید زمستانی سخت تلاش کرد و در نهایت برای جذب توریس 55 میلیون یورو نقد به علاوه 10 میلیون یورو پاداش بر اساس عملکرد پرداختند. بارسا با وجود مشکلات مالی و قرضداری‌های 1350 میلیون یورویی توانست این انتقال را بر سرانجام برساند. آنها با جدایی برخی بازیکنان مازاد جا را برای ثبت قرارداد فران توریس در لالیگا باز خواهند کرد. فران توریس 21 ساله تا سال 2025 با سیتی گواردیولا قرارداد داشت و در این فصل در 5 بازی حضور داشت که فقط 2 گل به ثمر رساند. فران توریس فصل گذشته در لیگ انگلیس 30 بازی انجام داده بود و 11 گل زده بود. فران در آگوست 2020 با 23 میلیون یورو نقد به علاوه 12 میلیون یورو پاداش بر اساس عملکرد از والنسیا به سیتی رفته بود. بعد این ترتیب سیتی درآمد خوب از میلی پوش اسپانیایی داشت. توریس در مصاحبه‌ای با وبسایت رسمی باشگاه بارسا گفت: از پیوستن به چنین باشگاه بزرگ بسیار خوشحالم. امیدوارم به رشدم به عنوان یک بازیکن فوتبال ادامه دهم تا کمک بزرگ به بارسا برای بازگشت به شکوه سابقش محسوب شوم. همه میدونند که بارسا چه باشگاه بزرگی میباشد. از حضور در اینجا بسیار خوشحالم و فکر میکنم قدم بسیار بزرگی در دوران فوتبالم برداشتم. باید پیشرفت کنم و بیشتر گل بزنم و از نظر شعور رشد کنم. بی‌صبرانه منتظر شروع تمرینات هستم. میدانم که جاوی چه بازیکن بزرگ در دوران خودش بوده و حالا سرمربی بزرگی نیست میباشد. فعلا شروع کارش است اما من به او ایمان دارم، زیرا مربی با کیفیت است و میتواند به رشد من نیز کمک کند. در هر 3 پست خط حمله میتوانم بازی کنم و حتی میخواهم در فاز دفاعی نیز مفید باشم. کریستیانو رونالدو بعد از سپری کردن 3 فصل در ترکیب یوونتوس در روزهای پایانی پنجره تابستانی امسال تصمیم به ترک این باشگاه و بازگشت به منچستر یونایتد بعد از 13 سال گرفت. فدریکو کیزا که فصل گذشته با این ستاره پرتغالی در تورین هم بازی بود، با تمجید از قدرت ذهنی رونالدو پرداخته و بازی کردن کنار این بازیکن را هیجان انگیز توصیف کرد. فدریکو کیزا گفت: یوونتوس باید بازی به بازی پیش رفته و تنها به کسب پیروزی در مسابقه بعدی فکر کند. من با فکر قهرمانی در همه تورنمنت‌های رقابتی با یوونتوس آمدم و حالا نیز ابتدا به دنبال سوپرکاپ مقابل انتر و سپس قهرمانی در جام حذفی ایتالیا هستم. همچنین ما در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان حضور داریم و رخ دادن هر اتفاق در سال 2022 ممکن است. تقابل با پرتغال و کریستیانو رونالدو در مرحله پلی‌آف. شما باید برای هر تیم احترام قائل شوید. ما ابتدا با مقدونیه بازی کردیم و نکته مهم این است که هر دو دیدار را مانند فینال تصور کنیم. من به اندازه کافی خوششانس بودم که 1 سال از دوران ورزشی خود را در کنار از بزرگترین قهرمانان تاریخ فوتبال به نام کریستیانو رونالدو سپری کردم. فداکاری، قدرت ذهنی و عملکرد تعیین کننده در زمین برای من همیشه الهام بخش من بود.
بازی کردن با رونالدو و دیدن اینکه یک بازیکن تا چه اندازه میتواند قوی باشد برای من هیجان انگیز بود. جدایی رونالدو از یوونتوس مهم بود، اما ما یک پروژه جدید داریم. جنوری بیروبا را در پیش داریم و صرف نظر از اینکه کدام بازیکن در یوونتوس حضور دارد، باید به حال و البته آینده فکر کنیم. با نقل از نشریه کیکر چاپ آلمان، ریکورد سرعت در تیم مونیخی با 36.1 کیلومتر در ساعت در اختیار میلیپوش کانادایی بایر مونیخ یعنی آلفونسو دیویس میباشد. پس از او لوری سانی با 32.2 کیلومتر در ساعت در جایگاه دوم قرار دارد و کینگزلی کومان با 35 کیلومتر رتبه سوم را دارد. در این گزارش کنترین بازیکن بایر مونیخ مارک روکا اسپانیایی با 28.9 کیلومتر در ساعت میباشد و روبرت لواندوفسکی با 33.3 کیلومتر در ساعت در رده هشتم قرار دارد. فهرست کامل سریعترین نفرات باواریایی ها را در ادامه مشاهده میکنید. آلفونسو دیویس با 36.1 کیلومتر در ساعت، لوری سانی با سرعت 35.2 کیلومتر در ساعت، کینگزلی کومان با سرعت 35 کیلومتر در ساعت، دایو اوکامپانو با 34.2 کیلومتر در ساعت، لوکاس هرناندز با 33.9 کیلومتر در ساعت، نیکولاس سوله با 33.7 کیلومتر در ساعت، بوناسار با 33.6 کیلومتر در ساعت، رابرت لواندوفسکی با 33.5 کیلومتر در ساعت، یوسیب استانوسیچ با 33.4 کیلومتر در ساعت، توماس مولر با 33.3 کیلومتر در ساعت، سرژ گنابری با 33.3 کیلومتر در ساعت، کورنتین تولیسو با سرعت 33 کیلومتر در ساعت، لیون گورتسکا با 32.7 کیلومتر در ساعت، جمال موسیالا با 32.6 کیلومتر در ساعت، عمر ریچارد با 32.4 کیلومتر در ساعت، بنیامین پاوارت با 32.2 کیلومتر در ساعت، مارسل سابیتزر با 32.1 کیلومتر در ساعت، جاشوا کیمیچ با 31.7 کیلومتر در ساعت، اریک چوپوموتنگ با سرعت 31.3 کیلومتر در ساعت، تانگای نیانزو با سرعت 29.3 کیلومتر در ساعت، مارک روکا با سرعت 28.9 کیلومتر در ساعت. با نقل از اسکای اسپورت، روبرت لیوندوسکی از بهترین بازیکن فوتبال جهان است که در بایر مونیخ بازی میکند. این بازیکن لهستانی در 33 سالگی به دوران اوج خود رسیده است و کنترل کردن او برای هر مدافعی غیر ممکن شده است. او درباره این سوال که آیا دوست دارد در سری آ به میدان برود گفت: من پیش از این با پیشنهاد جنوا مواجه شدم و حتی برای دیدن داروی تیم برابر سامپدوریا راهی ایتالیا شدم. با این حال تصمیم گرفتم که راهی بورسو دورتموند شوم، چرا که تیم در رقابت‌های اروپایی بازی میکند. حضور دورتموند در لیگ اروپا باعث شد تا من راهی سری آ نشوم. لواندوسکی ادامه داد: من به ایتالیا علاقه زیاد دارم و زمان زیاد در تعطیلات خود را در این کشور سپری کردم. او در پایان درباره این سوال که آیا دوست دارد راهی سری آ شود گفت: اجازه بدهید تا ببینم در آینده چه اتفاقی میافتد. نمیتوانم درباره آینده با قاطعیت صحبت کنم. این بازیکن لهستانی تا سال 2023 با بایر مونیخ قرارداد دارد و این احتمال زیاد است که از تیم جدا شود. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.